ماهانه کانون فیلم لس آنجلس به همت حسن فیاض این ماه با یادی از فروغ فرخزاد و صادق هدایت برگزار شد. در این برنامه که میهمان خانم عزت گوشه‌گیر نویسنده و کارگردان تئاتر از شیکاگو بود، بخش‌هایی از سه اثر صحنه‌ای او به صورت فیلم، نمایش صحنه و روحانی توسط هنرمندان میهمان برای حاضرین به اجرا درآمد. خانم گوشه‌گیر که در زمینه ادبیات داستانی و نمایشنامه نویسی در ایران و آمریکا تحصیل کرده، اکنون در شیکاگو به تدریس نمایشنامه نویسی و قصه نویسی مشغول است. در ابتدا بخش‌هایی از فیلم عروس عقاقیا که بر اساس گوشه‌هایی از زندگی فروغ فرخزاد قبلاً در شیکاگو بر روی صحنه آمده بود به نمایش درآمد. خانم گوشه‌گیر در مورد نکات مهم در کارهایش می‌گوید: یکیش اجراهای صحنه‌ایه، یعنی واقعاً یک نمایش بیاد روی صحنه. خب اون برای من اینه که بتونه به بهترین وجهی با استفاده از هر تکنیکی که لازم هست بتونه با تماشاگر ارتباط برقرار کنه. مهمترین مسئله من ارتباط تنگاتنگ با تماشاگر. نمایش عروسک پشت پرده که برداشت آزادی است توسط خانم گوشه‌گیر از اثر صادق هدایت به همین نام توسط محمود بهروزیان و رویا آریمپاد در بخش بعدی بر روی صحنه به اجرا درآمد. از دو تا چشم کور میشی، از رزق و روزی میفتی دو آتیش جهنم میسوزی. با با نکنه با کفاره بیدین هم معاشه بشی، بیافتی تو خط و فقید و خدا رو از یاد ببری و اخلاق و رفتارت خرابش و عذاب در بری. با نکته قابل توجه این نمایش تغییر پایان نمایش با اصل داستان بود که مورد استقبال همگان قرار گرفت. خانم گوشه‌گیر در مورد این تغییر میگوید: هدفم این بود که این دیدگاه زنکشی رو که در بعضی از قصه ها و نمایشنامه ها یا در ادبیات ایران و جهان وجود داره، یک مقدار تغییرش بدم، به جای کشتن ایجاد دیالوگ و صلح باشه، ایجاد صحبت باشه. اگر هر مسئله‌ای بین دو تا انسان وجود داره بتونن با دیالوگ مسائل رو حل بکنن. تجربه جالبی بود به خاطر اینکه من خودم این داستان رو قبلا خونده بودم روی سی دی به صورت آدیو بوک و بازی کردنش برام متفاوت بود به خاطر اینکه باید شخصیت‌های مختلف مرتاد رو در رابطه با آدم‌های مختلف و لحظات مختلف زندگیش نشون میدادم، تجربه می‌کردم، کاراکترهای دیگر رو خودم باید بازی می‌کردم، صدا سازی که باید انجام میدادم و به هر حال هم هدایت رو خیلی علاقه دارم بهش و همین که این یه تجربه تئاتری خیلی خوب بود. شخصیت زن رو خیلی امپاور میکنه و بهش خیلی قدرت میده و این جالب بود که اینو ببینی و اینکه زن با اینکه این تمام این چیزا رو میشنبه ولی در این حال آخر کار میاد و خیلی قوی با خیلی قدرت فراوان میاد و حرفشو میزنه و معبل میکنه میره. در بخش بعدی صحنه کوتاه از نمایشنامه بلندی نوشته عزت گوشه‌گیر با نام دو کودک ایرانی که به تأثیر وقایع 30 ساله اخیر به کودکان و زنان ایرانی اشاره دارد به زبان انگلیسی روحانی شد. خانم زیبا شیرازی که یکی از اجرا کنندگان این روحانی بود میگوید: کلن فکر میکنم خوب هست که داستانهای مهاجرت به زبان انگلیسی اجرا بشه برای جمعیت غیر ایرانی تا بدونن که ما آسون به اینجا نرسیدیم و اینکه چه بر سر ما آمده. خانم گوشه‌گیر در مورد موضوعات مورد علاقه‌اش میگوید: تا همین اخیراً مسئله زنان، بله، همیشه مسئله تأکیدی من بوده به دلیل اینکه واقعاً در جامعه ما و در جامعه جهانی مسئله زن مسئله است، ولی الان به فقط مسئله زن توجه نمی کنم. برای من انسان از همه چیز مهمتره و هیچ فرقی نمی کنه زن باشه یا مرد باشه یا کودک باشه و به پیچیدگی انسان من توجه دارم. یعنی اگه یک چیزی با تمام وجود نوشته شده باشه به نظر من میتونه تماشاگر جهان رو خوشنود بکنه. او وظیفه خود را به عنوان یک هنرمند این گونه بیان میکند: والا من نمیدونم که آیا وظیفه‌ای دارم یا وظیفه‌ای ندارم. حقیقتش اینه که صادقانه با
کار خودم روبرو میشم و صادقانه با تماشاگرم و خواننده خودم روبرو میشم. اون چیزی که منو آزار میده یا خوشحالم میکنه یا پرسش برام ایجاد میکنه یا در تمام طول روز و هفته و ماه من رو درگیر خودش میکنه، من نمود اون مینویسم. حالا یا رسالتی رو دنبال میکنم یا نمیکنم، در نوشته مشهوده.